تبلیغات رسانه‌های معاند در روزهای گذشته به قدری گسترده بوده که حتی پلیس تهران فردی را که متأثر از اخبار رسانه‌های بیگانه تلفنی افراد چند مؤسسه آموزشی را تهدید به اسید پاشی کرده بود دستگیر کرد. زحمت تلفنی ایجاد می‌کردم و تهدید به اسید پاشی رو اینا می‌کردم. تهدید به اسید پاشی. بله. چند روز این کارو انجام دادی؟ دو سه روز. به دلیل میگم حجم اخبار خیلی زیادی که از رسانه‌های بیگانه مثل بی بی سی و وی او ای پخش می‌شد، چون اینا باعث رعب و وحشت بین مردم می‌شد، ناخودآگاه ذهنیت منم عوض کرد و باعث شد که منم توی این تلفن‌ها همش مردم رو بترسونم در واقع. در یکی از کیوسک‌های تلفن که در همون لحظه هم داشت تحت تماس می‌گرفت و قصد تهدید داشت و خوشبختانه این فرد به عمل مجرمان خودش هم که من در رابطه با بحث تهدید بود اعتراف کرد. کسایی که به هر حال از این فضا میخوان سوء استفاده بکنن و مثل موردی که اشاره کردم دست به تهدید و ارعاب میزنن، حتی اگر سوری باشه یا تماسی میگیرن با مجموعه فوریتی مثل 110 که مثلا این فلان اتفاق افتاده، یا نه در فضای مجازی ورود پیدا بکنن و اطلاعاتی نادرستی رو بدن که به هر حال مجموعه پلیس فتای ما در حال پیگیری هست. کسایی که به هر حال دارن این اقدامات رو انجام بدن، این بحث رو خواهم داشت و همکارم دارن که قاطعانه برخورد خواهیم کرد. با مراجع قضایی هم هماهنگی لازم صورت گرفته و اجازه نخواهیم داد که امنیت مردم، خصوصا احساس امنیت مردم به خطر بیفته.